مهربان یاران، میدونید که ما در موسیقی ایرانی نیز 7 آواز داریم. آوازهای موسیقی ایرانی 7 است: آواز دشتی، آواز ابو عطا، آواز بیات ترک، آواز افشاری، بیات کرد، آواز اصفهان و 7مش آواز شوشتری است. از این پس سال 1757 آریای میترایی هستیم و در روزهای جشن مهرگان زیبایی است. سابق بزرگترین جشن آریایی بوده در کنار نوروز. اعلام میکنه سیاوش اوستا که آواز 8می داریم با، و اون آواز گلپاست. سبک گلپا، خانه گلپا خودش یه سبک نو و تازه بوده از همون دیرباز که کارش شروع کرد اکبر گلپایگانی. بدین رو 8مین آواز ایرانی، آواز هنجر طلایی است عزیزان من، آواز اکبر گلپایگانی است. مهربان یاران، 8مین آواز اکبر گلپایگانی. از این پس اینو همه جا شعار بدیم و بگیم و بدونیم مهربان یاران که هنجر طلایی و سردار خورشید سوار آواز ایران اکبر گلپایگانی نیز سبک تازه‌ای رو به آواز ایران داد، آواز گلپا. اما همچنان که عرض کردم و خود ایشون هم امروز این مهربان یاران، گلپا دستگاه 7 دستگاه داشتیم، 8مین دستگاه رو در موسیقی ایران آفرید با عنوان دستگاه عشق. آقای گلپا میگه گوشه هایی داره، این گوشه هاش عیاری است، جوانمردی است، پهلوانی است، همیاری، دستگیری، مهرورزی، دلیری، گستاخی، رامش و آسایش جویی، جوانگرایی است. استاد گلپا میگه ما باید جوانا رو بهشون میدون بدیم، بیان توی جامعه، بیان توی میدان هنر و در هر زمینه ای جوانگرا بایستی باشیم. دست جوانا رو باید دستگاه عشق گوشاش جهانگشایی است، اما جهانگشایی هنری، میهن دوستی است، راستی است و درستی است، خوشپنداری و خوش کرداری است. مهربان یاران، اینها گوشاهای عشق دستگاه تازه آفریده شده استاد اکبر گلپایگانی است. مهربان یاران، هر چه مثبته، هر چه از اهورامزداست، هر چه از نوره، هر چه از تابش خود این هست و با همه اون بدیها، خباست، حسادت، رقابت‌های کور و و و و و و منفی‌های دیگه مخالفه، دستگاه عشق رو سپاسگزارشیم که استاد اکبر گلپایگانی به جهانیان معرفی کرد و بدون شک در آینده بسیار و بسیار در این باره خواهند نوشت، مثل کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بسیاری که در میدان موسیقی ایران انجام دادن. عشق باید پادرمیونی کنه تا آدم احساس جوانی کنه. پس چی؟ ما دوست داریم که با عشق زندگی کنیم، شما دوست داریم با پول زندگی کنیم، هیچ عیبی نداره. ما ایراد نمیگیم که بعدا بگن آقا گفته برو پول در رو، ولی زیری بغل جوانا رو بگیم. همین مثلا استاد گلپا، این دستگاه 8م عشق رو که شما خلق کردید و آفریدید، انگیزه شما چی بود؟ چگونه خداوند این انگیزه رو به شما داد؟ انگیزه اینه که همه چیز رو به پیش رفته، ما نباید برگردیم به زمان هواشتره، فلان آهنگ ساخته شده اونا قابل احترام هست. گفت اصفهانیه میگن آقا به و توی پنبه نگردیم،
اینا رو بزن تا موزه موسیقی به بزرگترا و احترام بذارین. این مال اون زمانه، زمان 100 سال پیش، زمانی که مردم اصلا نمیدونستن با کجابه میرفتن مشهد، یه ما تو رو بودن. الان با یک ساعت با یک ساعت با آفه ما میرم مشهد. ما باید به زمان پیش کنیم، پس هنرمون هم باید همینطور باشه. اینه که نمیشه هی شما بگین دو تا چهار تا سه پنج تا پونزه تا برای موسیقی چی کار کردیم بابا جا؟ یه اثری بین که ما این کارو به وجود آوردیم. من این ایده من بود درست باشه تا تونستم اون چیزی که درست کنم. دستگاه موسیقی هشتمه، گوشهاشم همطوری که گفتم محبت، عشق، دوستی، صمیمیت، شجاعت، این هاست. بعدی هاشم که همه میدونیم، نمیدونم حسادت، عقده. بابا بیا زیر بغل جوانو بگی چهار تا پرویزی عقیق حسن کسایی بیده باشن تو این جوانو که انسانهایی رشد کردن در کنار شما، همراه و همگام با استاد اکبر گلپا بودن. واقعا جوانهایی همه شون که... استاد من هم شاگردهای من، من هیچ وقت نمیگم شاگرد، همه رو میگم برادران. درود باشه. و همه شون باید این هدفشون باشه که اینام که بزرگ میشن خدمت کنن به موسیقی ملی، فقط هم زیر بغل جوانها رو بگیره. درود باشه. که این جوانها هستن که آتش سازن. درود باشه. من نمونه که میبینم همین فرهاد رحیمی، من ندیدمش ولی از تو ایران چقدر عاشق شما، چقدر زحمت میکشه فرهاد، چقدر پاکه، نشانه است، یک سمبل از مریدان شما، از شاگردان شما. من خیلی دوستش دارم. ترانه خوبی هم برای شما خونده قربان. بله بله، من گریم میگیره وقتی ای دل دیوونه دیدی چی کردی. همش خواهش همینه، یه ذره مردم عمیق‌تر فکر کنم. درود باشه. هر چیزی میشه همون آن تصمیم نگیرن، ریشه به دونه برن. ریشه کار چیه؟ این حرفی که زده شده چی بوده؟ برای چی زده؟ چه بره برداری داره میکنه؟ و اگر من همیشه گفتم من اون رو میکردم، بهتری زندگی کردم، چی بوده؟ زن خوب، بچه خوب، زندگی، اصلا چی میخوام از خدا؟ اما من میگم بابا حرفایی که زده میشه بعضی خودشون رو آویزون میکنن به دیگران، میخوان خودشون رو مطرح کنن، نمیدونن که دارن به یک کسی خیانت میکنن که اون خیانت بده. نکن آقا، بیا بگو پول میخوای بهت میدین، زندگی میخوای بهت میدن، چرا دیگه که دیگران آلوده میخوای بکنی؟ درود باشه. با حرفت. درود باشه. خدا بیا مرزه طیب رضایی رو. بله طیب، هاش طیب. بله هاش طیب. انقدر این آمن دوستش، یه روزی با هم سوال میکردیم، اول خوندن من بود، گفت با خدا چه، گفت ناراحت نشی که این چیزها رو میگن بعضی موقع این حرف رو. خدا من نه اصلا به این حرف ها فکر نمی کنم، من یه هدف دیگه ای دارم. گفت یه موقعی هر کی میخواست با من دعوا کنه استر کنه میومد با من دعوا کنه. که چرا استر کنه؟ آره استر کنه. که من رفتم با طیب دعوا کردم، طیب حاجر زهی رفتم دعوا کردم. حالا یه عده هم کسا میان میگن آقا تو چه فلان کاره نکردی، آقا تو چی کاره ای که من بگی نهار قرب سبزی بخور یا چلو کباب، این تو رو بخور، برای خودت فکر کن. ما یه اون با مردم زندگی کردیم، با عشق زندگی کردیم، خودمون رو نمیم خراب کنیم. الان من بخوام یه کاری رو بکنم، آیا بچه های من از من میگذرن؟ گفت آقا یه کلمه به من گفت پدرم، گفت عده هستن که یه اون گدایی میکنن که یه روزی پول داشته باشن میمیرن. آخه برای چه این پول رو کنی که بخوام؟ بابا برو بره زیر بغل جوان ها رو بگیر کمک کن. عشق وقتی کمک میکنی شب سر تکی میده رو رخت میخوام راحت میخوابی، ولی به یه کسی بد کنی نمیتونی بخوابی. خدا بیامرزه رخت کنم. درود باشه. ولی من اینو بگم استاد گلپایی باری، من گواهی میدم سیاوش عربستان امشب که در خدمت شما هستم، میدونین پشت سر همه حرف میزنن،
به هر کسی رو بخوان نقد میکنن، ولی من تا کنون ندیدم که کسی بتونه یه گل نازکتر به گلپا گفته باشه. گلپا رو همه دوست دارن، همه جای جهان، یزدان گواه های گلپا. یه گل کمتر گفته باشن به گلپا ما نشدیم. حتی یک نمونه بگم بهتون، هفته پیش چند تا از اساتید از ایران یه چیزایی بر من فرستادن، گفتن ما میخوایم بزرگداشت استاد گلپایگانی رو برگزار کنیم در ایران. گفتم که چند بار که این فرستاد، من فکر کردم خود شما در جریانید، بعد که دیدم خود شما در جریان نیستیم بینا گفتم آقا خود استاد گلپا از این قضیه خبر داره؟ گفتن نه. گفتم باید ازشون اجازه بگیرید. استاد گلپایگانی، مهر اهورایی ایرانی هستید، همچون که من بارها گفتم و در تاریخ خواهد ماند، ما سه عیار داشتیم در این زمانه خودمون: تختی، فردین، گلپا. هر سه تاتون از کشته اومدیم، هر سه تا از ورزش اومدیم، و امروز گلپایگانی نشانه عیاری، عیار یعنی عیار، یعنی یار مهربان هست که از طول تاریخ هزاران ساله ما میاد. به ویژه این کاری که کردید و فرمودید در موردش توضیح دادین، دستگاه عشق، همش عشق. خورشید سوار ما را تو سرداری گلپای عزیز. مرسی، خیلی ممنون. بابوسه اومد.